سرخط خبر. پایان انتظار برای بهره برداری از واکسن کرونا. بریتانیا مجوز استفاده از محصول فایزر بایو انتک را صادر کرد. تایید توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر شیوه پیگیری مذاکرات صلح. دو طرف به زودی گفتگو بر سر مباحث اصلی را شروع می کنند. تاکید رئیس جمهور منتخب آمریکا بر بازگشت به برجام. بایدن خواهان مذاکره برای افزایش محدودیت در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است. و داستان مادری که پسرش را 28 سال حبس کرد. سلام به شما، خوش اومدید به این بخش خبری چهارشنبه 12 آذر برابر با 2 دسامبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. برای اولین بار در جهان بریتانیا مجوز واکسیناسیون عمومی علیه کرونا با استفاده از یک واکسن معتبر را صادر کرده. آزمایش‌ها نشان داده که محصول مشترک شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایو انتک حدود 95% در پیشگیری از ابتلای کرونا مؤثر است. وزارت بهداشت بریتانیا هم تاکید کرده که این واکسن بی خطر است. قرار است که این واکسن از هفته آینده در دسترس مردم قرار بگیرد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. خبری کوتاه که میلیون‌ها بریتانیایی منتظر شنیدن آن بودند. واکسن کرونا ظرف چند روز آینده در دسترس قرار می‌گیرد. آژانس ناظر بر داروها و محصولات بهداشتی در بریتانیا ایمنی واکسن کرونا ساخت فایزر بایونتک را تایید کرده. به این ترتیب بریتانیا اولین کشور جهان است که واکسیناسیون همگانی برای مقابله با کرونا را آغاز خواهد کرد. وزیر بهداشت بریتانیا به بی بی سی گفته که در مرحله نخست 800 هزار دوز برای تزریق در دسترس قرار می گیرد. بعد از آن سرعت تزریق واکسن به سرعت تولید آن بستگی خواهد داشت. از هفته آینده میتونیم واکسیناسیون را شروع کنیم. اول واکسن را در دسترس افراد آسیب پذیر میذاریم. برای هر فرد 2 تزریق انجام خواهد شد که بین هر تزریق باید 21 روز فاصله باشد. بعد از واکسیناسیون افراد آسیب پذیر، واکسن در دسترس بقیه مردم قرار میگیرد. این نه تنها جان مردم را حفظ میکند، بلکه کمک میکند که همه ما به زندگی عادی و آنچه دوست داریم برگردیم. شرکت فایزر بایونتک حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که نتایج آخرین مرحله از آزمایش‌ها روی این واکسن نشان می‌دهد که 95% مؤثر و البته بی‌خطر است. این شرکت هنوز منتظر تایید واکسن از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا است. در بریتانیا هم نظر مردم درباره واکسن 2 دست است. دسته‌ای که از خبر تایید واکسن استقبال می‌کنند. خبر خیلی خوبیه برای تموم کردن سال 2020. و این دسته دیگر که هنوز درباره واکسن تردید دارند. نمیدونم. خوب واضحه داروهای زیادی هستن که خیلی سریع تولید میشن، اما معمولا چند سال روشون آزمایش میشه. بعد در دسترس عموم قرار میگیرن. برای همین تردید دارم. البته واقعا برای اونایی که ریسک ابتلاشون بالاست خبر خیلی خوبیه. خبر مهیا شدن واکسن در بریتانیا برای این مرد هم بردی سیاسی بود. نخست وزیر بریتانیا به خاطر عملکرد دولتش و اعمال محدودیت‌های اخیر برای کنترل شیوع کرونا از سوی همحزبی‌هایش تحت فشار بود. این اما اول راه است و واکسیناسیون دشواری‌های خاص خودش را دارد، به ویژه زمانی که به مرحله توزیع گسترده می‌رسد. بریتانیا 40 میلیون دوز از واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر بایونتک را سفارش داده که برای واکسینه کردن 20 میلیون نفر کافی است. واکسن‌های ساخت شرکت‌های دیگر هم ممکن است به زودی تایید شوند و در دسترس قرار بگیرند. یکی از آنها واکسن ساخت شرکت مدرنا است که از تکنیک مشابه فایزر استفاده کرده. بریتانیا 7 میلیون واکسن ساخت مدرنا را هم سفارش داده. در این نوع واکسن جدید از تکنیک mRNA استفاده شده که در آن با بکارگیری یک کد ژنتیکی به بدن یاد داده می شود که چگونه با ویروس کرونا مقابله کند. این نخستین بار است که این نوع واکسن در سطح گسترده به انسانها تزریق می شود. شیدا هوشمندی، بی بی سی.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران اعلام کرده که این شهر از شنبه در وضعیت نارنجی قرار می‌گیرد. علیرضا زالی گفته با وجود کاهش مقررات سختگیرانه در پایتخت، ممنوعیت برگزاری مراسم آیینی، محدودیت حضور کارمندان در ادارات و منع تردد شبانه ادامه خواهد داشت. همزمان وزارت بهداشت از جان باختن دست کم 362 نفر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا خبر داده و گفته که در این مدت بیش از 13600 مورد جدید ابتلا هم شناسایی شده است. با افزایش شیوع ابتلا به کرونا در افغانستان، رئیس صحت عامه هرات گفته که نیازی به اکسیژن در این ولایت بیشتر شده. عبدالحکیم تمنا اعلام کرده که همه ذخیره اکسیژن ظرف یک روز تمام خواهد شد. او همینطور گفته که به دلیل افزایش مبتلایان، بیمارستان اختصاصی کرونا که در ابتدای شیوع این ویروس ساخته شده بود دوباره فعال خواهد شد. یک منبع نزدیک به خانواده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، تایید کرده که مقام‌های مسئول به وکیل پرونده گفتند اجرای حکم اعدام چند روز به تعویق افتاده. حلاله موسویان، وکیل آقای جلالی، دیروز گفته بود خبردار شده که قرار است این انتقال در ساعت 5 بعد از ظهر صورت بگیرد. احمدرضا جلالی حدود 4 سال پیش بازداشت و به اتهام ارائه اطلاعات به اسرائیل برای کمک به ترور چند دانشمند هسته‌ای به اعدام محکوم شد، اتهامی که خود او رد می‌کند. سوئد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان لغو حکم اعدام او شدند. سخنگوی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگوهای صلح می‌گوید که با گروه طالبان بر سر دستورالعمل مذاکرات به توافق رسیدند. نادر نادری در توییتر نوشته که دو طرف به زودی گفتگو بر سر مباحث اصلی مذاکرات را شروع خواهند کرد. طالبان 5 روز پیش از توافق بر سر دستورالعمل مذاکرات خبر داده بود، اما دولت افغانستان در آن زمان این خبر را تایید نکرد. شجاع حسین محسنی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، از کابل با ماست. آقای محسنی، اول برامون توضیح بدید که به نظر شما چرا دولت افغانستان اینقدر با تأخیر این خبر را اعلام کرده؟ در موردی که دولت افغانستان تأخیر داره، سیاست دولت آقای غنی از ابتدای مذاکرات همین بود. آنچه که آقای ترامپ در قبال افغانستان انجام داد یک شتاب زدگی بود. در مذاکرات دو گروه شتاب داشتند، دولت آقای ترامپ و گروه طالبان. دولت آقای غنی خوشبین نبود با آنچه که اخیراً هم به دست آمده. پس از سفر آقای پومپئو به دوحه به دست آمده، یعنی بیشتر ناشی از فشار خارجی بود تا وضعیت داخلی افغانستان. بیشتر تیم آقای ترامپ در دنبال ازی هستند که قبل از سر رسیدن موعد قدرت آقای ترامپ در کاخ سفید، تیم مذاکره کننده با توافقاتی دست یابه که دولت بایدن در یک چارچوب تعریف شده برجامانده از ترامپ درگیر شود. بیشتر طالبان هم انتظار دارند که قبل از اینکه زمان آقای ترامپ به پایان برسه، اینا بتوانند یک توافق رو روی دولت موقت به دست بیارن. ترس آقای غنی هم بیشتر همیست که نشود تا زمانی که آقای بایدن کاخ سفید را تحویل میگیرند توافقی روی تشکیل دولت موقت شود و آقای غنی نتواند از موقف خود و از قدرت خود و از موضع خود در آینده دفاع کند. اگر نگاه بکنیم به این توافقی شده، گفته شده که درباره دستورالعمل گفتگوها در واقع توافق کردن. مواردی که سرش توافق شده که بخوان دو طرف دربارش گفتگو کنن چه مواردی است؟ در مورد آجندای مذاکرات که باید گفتگو شود هنوز چیز اعلام نشده، اما قطعا 3-4 مورد جنجالی است که بدرازا می کشن. بس اولش آتش بس است که دولت افغانستان اصرار دارن. طالبان هم از اعلام آتش بس حراس دارن که شاید نتوانن کنترل بر وضعیت جنگ داشته باشن و باعث ضعفی گروه در مذاکرات شد و اتفاقات امنیتی از طرف ناراضیان این گروه یا از طرف جهتهای دیگر اتفاق بفته که طالبان را به عنوان طرف اصلی جنگ تضعیف کنند. بحث دوم که مهم است، استقرار دولت موقت است که باز هم پرتنش است و یکی از آجنداها ممکن است باشه و دولت آقای غنی شدیداً مخالف است، اگرچه در درون نظام سیاسی افغانستان بسیاری از نیروهای اپوزیسیون موافق دولت موقت هستند و طالبان هم از همین شکاف و اختلاف درون کابل بهره میبرند. مسئله سوم که قطعاً از آجنده خواهد بود نوع نظام سیاسی است.
آنچه که در توافق دوحه میان طالبان و آمریکا آمده نظام اسلامی آینده گفته شده، یعنی سخنی از جمهوریت یا امارت به میان نیامده و ممکن است که از موارد اختلافی باشه. بحث بعدی میزان حضور طالبان در ساختار آینده قدرت در افغانستان است. طالبان قطعا آنچه که تا حالا شایع شده 75% قدرت را میخواهند، در حالی که تبدیل به یک معضل ملی در افغانستان میشه و طالبان با یک مطالبات و مسائل کلان اجتماعی قومی روبرو خواهند شد که این مطالبهشان را با بن‌بست روبرو میکنند. این آجنده ها نشان میده که مذاکرات صلح به زودی نتیجه مثمری نخواهد داشت و آجنده ها شدیدتر از کارشیوه مذاکرات هست و زمان بیشتری میتواند. متشکرم از شما. ممنون. امروز بهره برداری از راه آهن خاف هرات آغاز شد. این مسیر افغانستان را به شبکه خط آهن ایران و بعد از آن به آبهای آزاد و کشورهای اروپایی وصل می‌کند. مقام‌های ایرانی می‌گویند با این راه آهن کشورهای آسیای میانه به بازارهای ایران دسترسی پیدا می‌کنند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. پس از 13 سال کار، آغاز بهره برداری از راه آهن خاف هرات. با نخستین محموله صادراتی ایران از این راه 500 تن سیمان. گفته شده این محموله آزمایشی انتقال داده شده تا مشکلات احتمالی این مسیر مشخص شود. افتتاح رسمی آن محول شده به روزهای آینده. مقام‌های افغان می‌گویند که این خط آهن یکی از مهمترین پروژه‌های اتصال منطقه‌ای است که افغانستان را به بندرهای آبی و شبکه خط آهن ایران، ترکیه و اروپا وصل می‌کند. ما امیدوار هستیم که با افتتاح رسمی این مسیر فصل جدیدی در حیات اقتصادی و همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقل زمینی بین دو کشور و همچنین کشورهای منطقه گشوده شود. به گفته مقام‌های ایرانی، راه آهن خاف هرات راه کشورهای آسیای میانه به بازارهای ایران است. ادامه این مسیر از هرات به مزار شریف می‌تواند ضمن کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی سهل و کم هزینه به آبهای آزاد و اروپا، بازار جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه را نیز در دسترس آنان قرار دهد. همزمان برای دومین بار یک قطار مسافربری حامل هیئت فنی ایران برای بررسی خط آهن خاف هرات وارد افغانستان شد. ساخت این راه آهن در 4 قطعه و در طول مجموعی 193 کیلومتر از سال 1386 آغاز شد. انتظار می رود که سالانه هزاران تن اموال تجاری و هزاران مسافر با استفاده از این راه آهن جابجا شوند. پروژه های خط آهن از آن جهت برای افغانستان اهمیت دارد که پس از حمل و نقل آبی ارزان ترین راه حمل و نقل است. در حال حاضر افغانستان با شبکه‌های راه آهن کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، اوکراین و چین وصل است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. بریتانیا اولین کشوری است که مجوز تزریق عمومی واکسن کرونا ساخت شرکت‌های فایزر و بایونتک را صادر کرده. سخنگوی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان تایید کرده که با طالبان بر سر شیوه مذاکرات صلح توافق کردند. در ادامه برنامه، داستان مادری که پسرش را 28 سال حبس کرد. بودجه سال 1400 ایران در غیاب رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد. درآمد و هزینه های دولت در سال آینده تقریباً 930 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که 1.5 برابر بودجه امسال است. دولت پیشبینی کرده حدود 200 هزار میلیارد تومان از صادرات نفتی درآمد کسب کند که 4 برابر بودجه امسال است. طبق این لایحه دولت می‌خواهد سال آینده 70 هزار میلیارد تومان از فروش اوراق سلف نفتی و 90 هزار میلیارد تومان از فروش سهامش در شرکت‌ها درآمد کسب کند و 75 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی وام بگیرد.
آرش حسن نیا خبرنگار اقتصادی با ماست. آقای حسن نیا، اول برامون بگید که این آمار و ارقامی که در بودجه در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی چقدر واقع بینانه است؟ خب یک ویژگی کاملا جدید راجع به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 در نظر گرفته شده و اون فروش نفت هم در داخل و هم در خارج هست، یعنی این 2,300,000 بشکه نفتی که روزانه در نظر گرفته شده برای فروش اون و 200,000 میلیارد تومانی که درآمد نفتی براش در نظر گرفته شده هم برای فروش در داخل ایران و هم برای صادرات هست. سهم صادرات 120,000 میلیارد تومان هست که با توجه به دلار نفت هر بشکه 40 دلاری و برابری نرخ دلار 11500 تومانی به یک عدد 715,000 بشکه در روز میرسیم، که خب به نظر میرسه که اگر وضعیت تغییری نکنه یک عدد خوشبینانه است برای تحقق درآمدهای صادراتی نفت. اما نکته مهم شاید همون بخش فروش نفت در داخل باشه که پیش از این با پروژه فروش اوراق سلف نفتی ما اون رو میشناختیم. ممکن هست که در عمل این شیوه تغییر بکنه، اما نکته قابل توجه و بسیار مهم این هست که نمایندگان مجلس و از جمله رؤسای دو قوه دیگه، یعنی آقای قالیباف و آقای رئیسی، پیش از این از طرح گشایش اقتصادی که معروف شده بود استقبال نکردند و با اون مخالفت کردند. و این بخش فروش داخلی نفت نکته بسیار مهمی است که به نظر میسه ابهام اصلی و اختلاف اصلی بین دولت و مجلس در ماه‌های آینده برای بررسی بودجه در همین نقطه شکل بگیره. به این اختلاف بین دولت و مجلس اشاره کردین، اگر این اختلاف حل نشه چقدر واقعا این بودجه رو میتونن دو طرف صحیح اجرا بکنن، دولت میتونه اون رو اجرا بکنه؟ نکته قابل توجه این هست که در همین شرایط فعلی، یعنی همین فروش داخلی نفت و عدد رقم هایی که دولت در قالب لایحه بودجه 1400 آورده، تراز عملیاتی بودجه منفی 319,000 میلیارد تومان هست، یعنی کسری تراز عملیاتی که این بودجه داره 319,000 میلیارد تومانه که باید از همین محل فروش نفت یا محل فروش اوراق و سایر درآمدها تامین بشه. حالا شما به این کسری تراز عملیاتی اضافه بکنید که بخشی از درآمدهای نفتی، یعنی اون بخش فروش داخلیش، با توجه به اختلاف نظرهایی که بین دولت و مجلس هست کاهش پیدا بکنه یا اساساً از بین بره، و اون وقت این کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه و به هر حال هزینه هایی که بر مبنای این درآمدها در نظر گرفته شده همگی با مشکل مواجه خواهند شد و از اساس یک مشکل اساسی پیش روی سند مالی سال آینده قرار خواهد گرفت، چون درآمدهایی در اون در نظر گرفته شده و هزینه هایی در نظر گرفته شده که درآمدها تحقق پیدا نخواهد کرد و به طور معمول هم هزینه ها در مجلس افزایش پیدا میکنه که مشکل رو دوچندان میکنه. ممنونم از توضیحات شما آرش حسنی آق، روزنامه‌نگار اقتصادی. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که پای وعده‌اش برای بازگشت به برجام ایستاده. آقای بایدن در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز همینطور خواهان ادامه مذاکرات با هدف اعمال محدودیت‌های بیشتر بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شده. همکارم خشار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشار، تو این مصاحبه رو دنبال کردی و مطالعه کردی، چه چیزهای بیشتری آقای بایدن در این مصاحبه بهشون اشاره کرد؟ این مصاحبه در حقیقت گفتگوی تامس فریدمن در نیویورک تایمز با آقای بایدن هست. در بخش سیاست خارجی از او سوال می‌کنه که این دو ماه قبل از انتخابات صحبت از این کرده بودی که در صورت پیروزی در انتخابات به برجام باز خواهی گشت، آیا همچنان بر سر حرف خودت هستی؟ که آقای بایدن جواب میده که کار سختی خواهد بود ولی بله. بعد به این نکته اشاره کرده آقای بایدن در صحبتاش که درباره موشک‌های نقطه‌زن ایران و همینطور دیگر مسائل بی‌ثبات کننده در منطقه حرف زیاد زده میشه، ولی بهترین راه برای ایجاد ثبات تمرکز بر برنامه هسته ایران هست. ادامه میده که اگر ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه، اون وقت عربستان، ترکیه و مصر هم دنبال بمب میرند و آخرین چیزی که می‌خوایم شاهد اون باشیم انباشت سلاح‌های هسته‌ای در اون منطقه است. و همچنین آقای بایدن به این نکته اشاره کرده که در مشورت با متحدان و شرکایمان، که عده‌ای اشاره می‌کنند که منظور آقای بایدن علاوه بر اعضای گروه 5 و علاوه یک کشورهای مهم منطقه مانند عربستان و امارات هم خواهد بود، به مذاکرات با ایران ادامه می دهیم و برای توافق دوم
با هدف تقویت و طولانی‌تر کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور پرداختن به برنامه موشکی. و در پایان هم آقای بایدن گفته همیشه گزینه بازگشت به تحریم‌ها در صورت نیاز برای آمریکا وجود داره. خشایار، علاوه بر ایران کشورهای دیگه منطقه هم هستند که در واقع انتظارهای زیادی از آقای بایدن دارند، در مورد اونها چی میشه گفت؟ در سال 2015 زمانی که آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق هسته‌ای دست پیدا کردن، شاهد ابراز نگرانی از بسیاری از بازیگران منطقه‌ای بودیم، از اسرائیل، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گرفته تا ترکیه، که هر کدام نگرانی‌های خودشون رو داشتند. الان هم به نظر میرسه در حالی که حدود 7 هفته تا آغاز دولت جو بایدن باقی مانده، همین نگرانی‌ها وجود داره. البته در دو طرف یک عده ابراز نگرانی میکنن از اینکه بعد از اینکه آقای بایدن به سر کار خواهد اومد، احتمالاً برنامه‌ای که آقای ترامپ داشته بر مبنی بر فشار حداکثری بر ایران، از این فشار کاسته خواهد شد و به گفته اونها دست حکومت ایران رو برای فعالیت‌هاش در منطقه باز خواهد گذاشت. طرف دیگری هم هستن که نگرانن که در این 7 هفته چه اتفاقهایی رو خواهد داد که میتونه بازگشت به برجام رو برای آقای بایدن مشکل تر کنه. اشاره میکنن به عنوان مثال به قضیه ترور آقای فخری زاده در ایران، که سناتور کریس مورفی، سناتور دموکرات، گفته بود بازگشت به برجام رو این کار مشکل میکنه. یا اینکه اشاره کنن به سخنان دیروز وزیر خارجه بحرین در گفتگوهای دو جانبه استراتژیک او با آقای پومپئو، که در اون نکته اشاره کرد که بحرین خواهان این هست که روابط این کشور با آمریکا تضمین کننده توانایی این کشور و دیگر کشورهای منطقه‌ای در مقابله با سیاست‌های ایران باقی بمونه. ممنونم ازت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن با ما. بشر به طبیعت اعلان جنگ داده. این جمله شاه بیت سخنرانی امروز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت زمین و منابع طبیعی است که به گفته او قربانی بهره برداری بی رویه و ناپایدار شده. آقای گوترش ساعتی پیش در یک سخنرانی از خطر فقر و ناامنی غذایی گفت که در نتیجه سیاست‌های غلط بر جهان سایه انداخته. همکارم سیاوش اردلان اینجاست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. سیاوش، سخنرانی آقای گوترش سخنرانی ناامید کننده بود. خیلی ناامید کننده بود، مخصوصاً اولش. ما به طبیعت اعلان جنگ دادیم و بعد از خطرات این قضیه گفت طبیعت داره از ما انتقام میگیره. و بعد این آماری که زکت فقط یک قلم از این موارد تخریب طبیعت، آلودگی هوا و آلودگی دریاست که سالانه به گفته آنتونیو گوترش 9 میلیون نفر رو میکشه. یعنی 10 برابر رقم کل قربانیان تنها کرونا در سال جاری هست. بنابراین وقتی به گفته او ما نزدیک به 10 میلیون هکتار جنگل رو از بین میبریم، تالاب ها رو از بین میبریم و این به قول او تعرضی که داره به منابع طبیعی میشه، خب نتیجهش هم داریم میبینیم به صورت ناامنی غذایی که به دنبال خودش نارامی اجتماعی میاره، این فقر که میتونه باعث بی‌ثباتی سیاسی بشه و تمام این فجایع مختلف طبیعی، سیل، قحطی و افزایش کویرها، جنگل زدایی، هر کدام از اینها مثلا فقط سال گذشته 150 میلیارد دلار خسارت به بار آورد. بنابراین در برشمردن خطراتی که ما داریم به خاطر سیاست‌های خودمون صحبت می‌کنیم، خیلی آقای آنتونیو گوترش بی‌پروا صحبت کرد. نکته اول که او بیش از همه بهش اشاره کرد، مصرف سوخت فسیلی بود. نفت، گاز و زغال سنگ، اینها رو وقتی مصرف می‌کنین، دی‌اکسید کربن وارد هوا میشه، کره زمین رو گرم می‌کنه و تمام اون نوسانات دیگه اقلیمی. نکته دوم، تعرض به طبیعت و بین بردن زیستگاه‌ها نتیجه آتش بشر برای مصرف گوشت و همینطور محصولاتی است که روغن پالم دارند. و نکته سوم هم که قبلا به عنوان یکی از پاورقی تغییرات اقلیمی ازش یاد می‌شد، خطر ویروس‌هایی هستند که مثلا مثل همین ویروس کرونا به جان بشریت می‌افتند، به خاطر اینکه خیلی از این ویروس‌ها باید در داخل طبیعت و جنگل‌ها بمونن، ولی وقتی زیستگاه اینا رو از بین می‌بریم و حیات وحش رو وارد زندگی خودمون می‌کنیم، این ویروس‌ها گسترش پیدا می‌کنن. متشکرم از توضیحات سیاوش اردلان، همکارم، ممنونم. زنی در سوئد که مظنون از پسرش را به مدت تقریباً 3 دهه در آپارتمان زندانی کرده بود، حالا بازداشت شده. گزارش شده زمانی که این مرد پیدا شد از سوء تغذیه رنج می برد و نیاز به درمان فوری داشت. گزارشی ببینیم از سوفیا چند تامسن. This is the unassuming apartment block
این یک مجتمع معمولی است که از مرکز استکهلم 25 کیلومتر فاصله دارد. جایی که یک پیرزن که همسایه‌هایش او را یک زن سالمند دلنشین توصیف می‌کردند، مظنون از پسرش را 28 سال زندان کرده. زنی که ادعا می‌کند خواهر این مرد است و از نوجوانی که خانه را ترک کرده او را ندیده، یک شنبه وقتی مادرش در بیمارستان بستری شد، فرصت را مغتنم شمرد، وارد آپارتمان شد و مردی را که حالا 41 ساله است، محبوس پیدا کرد. وقتی گفتم سلام و وارد آشپزخونه شدم، از رو صندلی پرید. نمیدونستم که اصلا منو یادش میاد یا نه. وقتی چراغ روشن کردم و منو دید، اسممو پشت سر هم صدا زد. گفته می شود قربانی از 12 سالگی در حبس بوده. زنی که ادعا می کند خواهر اوست، می گوید بارها از سازمان تامین اجتماعی درخواست کمک کرده بود. من به مدرسه گفته بودم که شرایطمون چی بود، اما هیچ کس حرفامو هیچ وقت باور نکرد. این دائم داستان ما بوده. الان تازه کشف شده، اما همه زندگی ما همین بود. رسانه‌های سوئد می‌گویند این مرد سوء تغذیه شدید دارد. زخم‌های باز روی پاهایش داشته و تقریباً هیچ دندانی ندارد. حرف زدن و راه رفتن برایش سخت بوده. او به بیمارستان منتقل شده و حالش رو به بهبودی است. زنی که بنابر ادله مظنون به محروم کردن دیگری از حق آزادی و وارد کردن آسیب بدنی و مریضی شدید اوست، حالا تحت بازجویی پلیس است به همراه وکیلش. و مسلماً ما می‌خوایم بدونیم که توضیحاتش چی و روایتش از داستان چیست. مرد فرصت خواهد داشت تا بگه چرا دیگه به مدرسه نرفت، شرایط خونش چطور بوده، تحت چه شرایطی زندگی میکرده و اوضاعش با مادرش چطور بوده. همسایه‌ها میگویند که هیچ وقت پسر را ندیدند و از ادعاهای مطرح شده شوکند، چون فکر میکردند که زن تنها زندگی میکند. خیلی مهربون و خوب حرف میزد. تابستون ما بچه دار شدیم و با ما راجع به این صحبت کرد و گفت که بچه‌ای داشته که پیش از موعد به دنیا اومده. احساس ما این بود که یه همسایه سالمند خوبه. مادر همه اتهامات را رد کرده. تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد، او در بازداشت خواهد ماند و ممکن است به اشد مجازات محکوم شود که 10 سال زندان است، تا زمانی که 80 ساله می شود. سوفیا تران تامسون، BBC نیوز. ما این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر تازه به ما ملحق شدید، تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.